فصل 9 و بعد می میری. در پی حقیقت خود باش، آنجا تو را ملاقات خواهم کرد. این آخرین چیزی بود که جاش به من گفت. با طعنه و کنایه گفت، یه جوری که عمیق و با فراست جلوه کنه و هم زمان داشت آدمهایی را هم که سعی می کنن عمیق و با فراست جلوه کنند و مسخره کنه. مست و چت بود. رفیق خوبی بود. دگرگون کننده ترین لحظه زندگیم وقتی اتفاق افتاد که 19 سالم بود. جاش منو برد به یک مهمونی نزدیک یک رودخانه در شمال دالاس تگزاس. ساختمان‌های بلندی روی یک تپه بودند و پایین تپه یک استخر بود و پایین استخر پادگاهی بود مشرف به رودخانه. پادگاه کوچیکی بود. شاید با ارتفاع 10 متر، البته اونقدر بلند بود که دو دل بشی بپری یا نپری، ولی اونقدر هم کوتاه بود که با ترکیب مناسبی از الکل و تحریک اطرافیان اون دو دلی جاشو به حماقت بده. یکم بعد از این که به مهمونی رسیدیم، من و جاش رفتیم توی استخر نشستیم به آبجو خوردن و گپ زدن، مثل دوتا پسر جوان همیشه شاکی از روزگار. در مورد علق‌خوری، بندهای موزیک، در و داغ‌ها و همه کارهای باحالی که جاش اون تابستون بعد از انصراف از مدرسه موسیقی انجام داده بود حرف زدیم. در مورد اینکه یک بند موسیقی را بندازیم و بریم نیویورک زندگی کنیم حرف زدیم. گویایی که اون موقع غیر ممکن بود. یهو پرسیدم، به نظرت اوکیه از اونجا بپری؟ داشتم به اون پادگاه اشاره می کردم. آره، اینجا ملت همش دارن این کارو میکنن. میخوای بپری؟ جاش گفت، شاید، بذار ببینم چی میشه. بعدش اون شب من و جاش از هم جدا شدیم. من گرفتار یک دختر خوشگل آسیایی شدم که به بازی‌های کامپیوتری علاقه داشت. زدن مخش برای نوجوانی مثل من به مسابقه بردن لاتاری بود. به من هیچ علاقه‌ای نداشت، ولی رفتار دوستانه‌ای داشت و از معاشرت با من خوشحال بود. در نتیجه من هم کلی باش گپ زدم. بعد از چند تا آبجو اونقدر شهامت پیدا کردم که بهش پیشنهاد بدم بریم بالا سمت خونه و یه چیزی بخوریم. اونم موافقت کرد. وقتی داشتیم تپه رو بالا می رفتیم، جاش رو دیدم که داشت پایین می اومد. ازش پرسیدم که چیزی می خوره براش بیارم؟ گفت نه. پرسیدم که بعدن کجا می تونم پیداش کنم؟ لبخندی زد و گفت، در پی حقیقت خود باش، آنجا تو را ملاقات خواهم کرد. سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و چهره جدی به خودم گرفتم. اوکی، اونجا می بینمه. تو گویی همه می دونن حقیقت کجاست و چجوری می شه به اونجا رسید. جاش خندید و رفت پایین تپه به سمت پادگاه. من هم خندیدم و رفتم بالا به سمت خونه. یادم نمیاد چقدر داخل بودم. فقط یادم وقتی من و دختره دوباره از خونه زدیم بیرون، همه رفته بودن و صدای چند تا آجیر می اومد. استخر خالی بود. بعضی ها داشتن تپه رو به سمت ساحل رودخانه پایین پادگاه می دویدن. بقیه هم اون پایین کنار آب بودن. می تونستم ببینم چند نفر دارن توی آب شنا می کنن. گرچه تاریک بود و سخت می شد چیزی رو دید. موزیک داشت کماکان می کوید ولی کسی گوش نمی داد. هنوز دوزاریم نیفتاده بود. با عجله رفتم سمت ساحل رودخانه در حالی که ساندویچم رو سق می زدم. کنجکاو بودم ببینم همه دارن به چی نگاه میکنن. وسط‌های راه دختر خوشگل آسیایی به ام گفت، فکر کنم اتفاق وحشتناکی افتاده. وقتی رسیدیم پایین تپه یکی ازم پرسید، جاش کجاست؟ هیچ کس نگاهی نکرد، محل نداد. همه به آب زل زده بودن. دوباره من پرسیدم و یک دختر شروع کرد به گریه و زاری. اونجا بود که دوزاری افتاد. 3 ساعت طول کشید تا غواص‌ها جسد جاش رو از کف رودخونه پیدا کنن. و
بعدها کالبد شکافی گفت باهاش به خاطر دهیدراسیون ناشی از الکل و البته شک ناشی از شیرجه قهر کرده بوده. وقتی پریده بود همه جا سیاه بود، سیاهی آب روی سیاهی شب. هیچ کس نمیتونست ببینه فریادهای جاش از کجا میاد، فقط صدای شلاب شلوپ و کمک کمک های نامفهوم. بعدها پدر و مادرش به هم گفتن که جاش شناگر افتضاحی بود. رو هم خبر نداشت. 12 ساعت طول کشید که وابدم و بالاخره عشق بریزم. توی ماشینم بودم، صبح بعد از حادثه بود و داشتم به سمت آستن رانندگی می کردم. به پدرم زنگ زدم و بهش گفتم که هنوز حوالی دالاس هستم و به سر کار نمی رسم. اون تابستون برای پدرم کار می کردم. ازم پرسید که چرا، چی شده؟ همه چی مرتبه؟ و اینجا بود که همش ریخت بیرون. شروع کردم به آبخوره گرفتن، زجه می زدم و جیغ می کشیدم و آب دماغم جاری شده بود. ماشین رو زدم بغل و گوشی رو توی دستم فشار می دادم و گریه می کردم. دقیقا مثل همون پسر بچه ای که جلوی پدرش گریه می کنه. اون تابستون وارد فاز افسردگی عمیقی شدم. از قبلشم فکر می کردم افسردم، ولی این دیگه سطح جدیدی از پوچی بود. اندوهی اینقدر عمیق که درد جسمانی هم به همراه داشت. آدم ها می اومدن به این سر می زدن و سعی می کردن سرحالم بیارن. منم می شستم و بهشون گوش می دادم. واقعا حرفای درستی می زدن و کارهای درستی می کردن. بهشون می گفتن که خیلی زحمت کشیدین اومدین. شما خیلی به من لطف دارید. یک لبخند و چند تا دروغ هم بهشون تحویل می دادم و می گفتم که حالم داره بهتر می شه. ولی درونم همچین خبری نبود. بعد از اون اتفاق چرب و خواب جاشو دیدم. توی خواب من و جاش بودیم که در مورد زندگی و مرگ و چیزهای علکی و هرچی مکالمه های درست و درمونی با هم داشتیم. تا اون نقطه از زندگی من یک پسر تیپیکال طبقه متوسط الفباس بودم. تنبل، بی‌مسئولیت، پر از استراب اجتماعی و حس ناامنی. جاش به طرق مختلف آدمی بود که برام مثل یک الگو بود. از من بزرگتر بود، اعتماد به نفس بیشتری داشت، تجربه های بیشتری داشت و با آغوشی باز پذیرای دنیای اطرافش بود. یکی از آخرین بارهایی جاش اومد به خوابم، توی یک جکوزی نشسته بودیم و من یه چیزی توی این مایه ها گفتم که خیلی متاسفم که مردی. خندید، دقیق یادم نمیاد از چه کلمه های استفاده کرد، ولی یه چیزی تو این مایه ها گفت. چرا برات مهمه که من مردم وقتی خودت اینقدر از زندگی کردن میترسی؟ اشک ریزون از خواب بیدار شدم. یه روزی در همون تابستون که روی کاناپه خونه مادرم نشسته بودم و به نیستی خیره شده بودم و پوچی بی انتها و خیلی قابل درکی رو می دیدم، همون جایی که رفاقت جاش خونه داشت، یهو به این بصیرت رسیدم که اگه واقعا هیچ دلیلی وجود نداره که کاری بکنم، پس هیچ دلیلی هم وجود نداره که هیچ کاری نکنم. که در مواجهه با اجتناب ناپذیری مرگ دلیلی وجود نداره که تسلیم ترس، خجالت یا شرم بشم، چون به هر حال همشون یک مشت هیچ هستن و اگر بیشتر عمر کوتاه هم از چیزهای دردناک و ناخوشایند دوری کنم، اون وقت اساساً از زنده بودن تفره رفتم. اون تابستون علف و سیگار و بازی‌های کامپیوتری رو گذاشتم کنار. فانتزی‌های راکستار شدن رو رها کردم. از مدرسه موسیقی انصراف دادم و در کالج ثبت نام کردم. به باشگاه رفتم و کلی وزن کم کردم. دوستای جدیدی پیدا کردم. با اولین دوست دختر زندگیم آشنا شدم. برای اولین بار در زندگی واقعا درس خوندم و به این نتیجه حیرت انگیز رسیدم که میتونم نمره‌های خوبی بگیرم فقط اگر کمی به قضیه اهمیت بدم. تابستون بعدش خودم رو
به چالش کشیدم که 50 کتاب غیر داستانی رو در 50 روز بخونم و واقعا هم خوندم. سال تحصیلی بعدش به یک دانشگاه تراز اول در اون سر کشور منتقل شدم، جایی که برای اولین بار ممتاز شدم، هم از لحاظ آکادمیک و هم از لحاظ اجتماعی. زندگی من به دو دوره قبل و بعد از مرگ جاش تقسیم شد. دوران قبل از فاجعه من خجالتی، بی انگیزه و وسواسی بودم و فکر این که دنیا در مورد من چه فکر میکنه منو محدود کرده بود. پس از فاجعه به آدم جدیدی تبدیل شدم. مسئولیت پذیر، کنجکاو و سخت کوش. هنوز هم حس ناامنی و باورهای نادرستم رو داشتم، همونطور که هممون همیشه داریم. ولی الان دیگه طرحام رو برای چیزهای مهمتر از حس ناامنی و باورهای در پیت خورد می کردم و همین بود که همه چیز رو عوض کرد. به طرز غریبی این مرگ یکی دیگه بود که بالاخره مجوز زندگی کردن رو به من داد و شاید بدترین لحظه زندگیم دگرگون کننده ترین هم بود. مرگ ما رو میترسونه و چون ما رو میترسونه از فکر کردن در موردش تفره میریم و از صحبت کردن در موردش و حتی گاهی به رسمیت شناختنش، حتی وقتی که داری برای یکی از نزدیکامون اتفاق میفته بازم تفره میریم. با این وجود به طرز عجیب و وارونه‌ای مرگ نوریه که بدون اون سایه معنای زندگی پدیدار نمیشه. بدون مرگ همه چی بی اهمیت جلوه میکنه، همه تجربه ها الکی خواهد بود و همه ارزش ها و معیار ها ناگهان صفر میشه. چیزی فراتر از خودمان. ارنست بیکر یک یاغی آکادمیک بود. او در 1960 در رشته مردم شناسی مدرک پی‌اچ‌دی گرفت. رسانه دکترای این آدم مقایسه طریقت غیر معمول و نامانوس آیین بودایی و روانکاوی بود. او زمان زند و چیزی مخصوص هیپی ها و دراگباس ها می دونستن و روانکاوی فرویدی هم شارلاتان بازی از روانکاوی پنداشته می شد که از عهد بوق به جا مونده بود. در اولین شغلش به عنوان استاد یاد بکر خیلی زود خاطی جریانی شد که روانکاوی رو نوعی از فاشیسم می دونستن. اونها این راه رو و روش رو نوعی سلطه‌جویی روی ضعیف و بیچاره ها می دونستن. مشکل اینجا بود که رئیس بیکر یک روانکاو بود. فکر کن اولین روزهایی که می رسی سر کار رئیست رو با هیتلر مقایسه کنی. همانطور که می تونی پیش بینی کنی اخراج شد. در نتیجه بیکر ایده های افراطیش رو برد جایی که شاید پذیرفته بشه، دانشگاه برکلی کالیفرنیا، ولی اونجا هم زیاد دوام نیاورد چون فقط تمایلات ضد سیستم و ضد ساختار بیکر نبود که اون رو به درد سر می انداخت. روش عجیب و غریب تدریسش هم مزید بر علت شد. از شکسپیر برای تدریس روانشناسی، از کتاب‌های روانشناسی برای تدریس مردم شناسی و از داده‌های مردم شناسی برای تدریس جامعه شناسی استفاده می‌کرد. مثل شاهلی لباس می‌پوشید و سر کلاس ادای مبارزه‌های شمشیر بازی رو در می‌آورد و سخنرانی‌های سیاسی طولانی می‌کرد که به برنامه‌های درسی ارتباط چندانی نداشت. شاگرداش عاشقش بودند. بقیه استادها ازش نفرت داشتند و به یک سال نکشید که دوباره اخراج شد. بیکر سر از دانشگاه دولتی سان فرانسیسکو درآورد، جایی که بیشتر از یک سال کارش رو حفظ کرد. ولی وقتی دانشجوها در اعتراض به جنگ ویتنام تظاهرات کردند، دانشگاه گارد ملی رو صدا زد و به داخل دانشگاه راه داد و اوضاع قارش می شد. وقتی بیکر طرف دانشجوها رو گرفت و آشکارا اقدامات رئیس دانشگاه رو محکوم کرد،
که دوباره رئیس شیفلر بازی در آورد و اینجور چیزها، باز فوراً اخراج شد. بیکر در عرض 6 سال 4 با شغلش رو عوض کرد و قبل از اینکه بتونه از پنجمی اخراج بشه سرطان روده گرفت. چند سال بعدش رو در بستر بیماری سپری کرد و امید چندانی به بازگشت نداشت. در نتیجه تصمیم گرفت کتابی بنویسه، کتابی در مورد مرگ. بیکر در سال 1974 درگذشت. کتابش انکار مرگ جایزه پولیستر رو برده بود و به یکی از تأثیرگذارترین آثار روشنفکری قرن 20 بدل میشه. حوزه‌های روانشناسی و مردم شناسی رو تکون میده و افکاری فلسفی و عمیق رو مطرح میکنه که امروز هم بسیار تأثیر گذاره. انکار مرگ اساساً 2 نکته رو مطرح میکنه. 1، ما انسان‌ها تنها حیواناتی هستیم که میتونیم در مورد خودمون تصویر سازی کنیم و انتزاعی فکر کنیم. سگ‌ها نمی‌شینن یک گوشه که در مورد مسیر شغلشون فکر کنن. گربه‌ها به اشتباهات گذشته‌شون فکر نمی‌کنن و وارد این خیالات نمی‌شن که اگه اون کارو نمی‌کردم و یک کار دیگه می‌کردم چی می‌شد و الان کجا بودم. میمون‌ها در مورد احتمالات آینده جر و بحث نمی‌کنن. همانطور که یک ماهی زانوی غم بغل نمی‌گیره و به این فکر نمی‌کنه که اگه باله‌های بلندتری داشت ماهی همسایه ازش خوشش می‌اومد یا فلان. ما انسان‌ها از این موهبت برخورداریم که می‌تونیم خودمون رو در موقعیت‌های فرضی تصور کنیم، در مورد گذشته و آینده تعمق کنیم، واقعیت‌ها و شرایط دیگه‌ای رو تصور کنیم که توش چیزها میتونستن یه جور دیگه باشن. دکر میگه دلیل این قضیه این توانایی منحصر به فرد ما انسان هاست که هممون در نقطه ای از زندگی از حتمی بودن مرگ خودمون آگاه میشیم. از اونجایی که ما قادر هستیم ورژن های دیگه ای از واقعیت رو تصور کنیم، تنها حیوانی هستیم که میتونیم واقعیتی رو تصور کنیم که خودمون توش نیستیم. این بصیرت باعث چیزی میشه که بکر بهش میگه وحشت مرگ، یک استراب عمیق اگزیستانسیال که زیربنای هر فکریه که به کلمون میاد یا هر کاریه که انجام میدیم. 2، نکته دوم بکر با این پیش‌فرض شروع میشه که ما 2 تا خود داریم. خود اول خود جسمانیه، همون که میخوره، میخوابه، خورناس میکشه و غیره. خود دوم خود ذهنیه، هویتمون یا دیدگاهی که از خودمون داریم. حرف بیکر اینه که همه ما کم یا زیاد از این قضیه آگاهیم که دیر یا زود خود جسمانیمون میمیره. این مرگ حتمی و اجتناب ناپذیره و این حتمی بودن در سطحی از ناخودآگاه ما یه جوری ما رو میترسونه که خودمون رو خراب بکنیم. در نتیجه برای جبران این ترس از مرگ حتمی خود جسمانی سعی میکنیم یک خود ذهنی بسازیم که تا ابد زندگی کنه. به همین دلیل که آدم ها سخت تلاش میکنن که اسم خودشون رو روی ساختمون ها، مجسمه ها یا جلد کتاب ها به جا بذارن. به همین دلیله که اینقدر تمایل داریم وقت زیادی برای دیگران، مخصوصا برای بچه ها بذاریم، به این امید که اثر ما خود ذهنیمون فراتر از خود جسمانیمون به بقا ادامه بده، که ما در یادها بمونیم، مورد تحسین قرار میگیریم و بعد از نیستی خود جسمانیمون مثل یک بوت مورد پرستش قرار میگیریم. بکر به این تلاش ها میگه پروژه های نامیرایی، پروژه هایی که به خود ذهنیمون بعد از مرگ خود جسمانیمون به بقا ادامه بده. میگه همه تمدن بشری اساساً نتیجه پروژه های نامیرایی هستند. شهرها و دولت ها و ساختارها و نهادهایی که امروزه سر کار هستند
پروژه های نامیرایی مردها و زنانی هستند که قبل از ما اومدن. آثار به جا مونده از خودهای ذهنی هستند که از مرگ دست کشیدن. اسمهایی مثل عیسی، محمد، ناپلئون، مایکل جکسون امروز همونقدر قدرتمند هستند که وقتی زنده بودند. حتی شاید پرقدرت‌تر و همه نقطه‌اش همینجاست که استاد شدن در یک رشته هنری باشه، فتح سرزمین‌های جدید باشه، کسب ثروت فراوان باشه یا خیلی ساده داشتن خانواده‌ای بزرگ و پرعشق که نسل‌ها ادامه پیدا کنه. همه معنای زندگیمون توسط این تمایل ذاتی به این که هیچ وقت از دنیا نریم شکل داده میشه. دین، سیاست، ورزش‌ها، هنر و نوآوری‌های عرصه تکنولوژی همه نتیجه پروژه‌های نامیرایی بشر هستند. دکر میگه که جنگ‌ها و انقلاب‌ها و نسل‌کشی‌ها وقتی اتفاق می‌افتند که پروژه‌های نامیرایی گروهی از مردم با پروژه‌های نامیرایی گروه دیگه استقاق پیدا می‌کنه. قرن‌ها سرکوب و خونریزی میلیون‌ها آدم اینجوری توجیه شده که دفاع پروژه‌های نامیرایی گروه از مردم در مقابل گروه دیگه بوده. ولی وقتی پروژه‌های نامیرایی مون شکست می‌خورند، وقتی معنا از دست میره، وقتی بقای خود ذهنیمون بعد از مرگ خود جسمانیمون غیر ممکن یا نامحتمل میشه، وحشت مرگ، اون استراب ترسناک و افسرده کننده دوباره میخزه توی وجودمون. سخت‌های روانی، شرمساری یا مورد تمسخر جامعه قرار گرفتن میتونه باعث این قضیه بشه. بکر میگه بیماری‌های ذهنی هم میتونه منجر به این داستان بشه. اگه تا الان متوجه نشدین، باید بگم که پروژه‌های نامیرایی همون ارزش‌هامون هستن. اونها سنگ محک معنا و عزت نفس در زندگیمون هستن و وقتی ارزش‌هامون شکست می‌خورن، خودمون هم به لحاظ روانی شکست می‌خوریم. لب کلام بکر اینه که اساساً ترس ما رو مجبور میکنه که بد دوری خودمون رو برای یک چیزی به آب آتیش بزنیم، چون این به آب آتیش زدن تنها چیزیه که حواس ما رو از واقعیت و حتمی بودن مرگمون پرت میکنه و اگه بتونیم براش به آب آتیش نزنیم و تری خورد نکنیم، یعنی به یک حال شبه عرفانی رسیدیم که میتونیم فانی بودن هستیمون رو در آغوش بکشیم. در این حالت احتمالش خیلی کمه که آدم تسلیم خود محقبینی بشه. بکر بعدها وقتی در بستر مرگ بود به یک بصیرت پشمیزون رسید که پروژه های نامیرایی آدم ها خود مشکل هستند و نه راهکار، که بهتره به جای این که آدم ها سعی کنند خود ذهنیشون رو اغلب از طریق نیروهای شر و مخرب بر جریده عالم ثبت کنند، باید خود ذهنیشون رو ببرن زیر سوال و با واقعیت مرگشون به صلح برسن. بکر این رو نوشداروی تلخ نامید و آخرای عمرش روزهایی که به قهقرای نیستی خودش تیره شده بود در تقلا بود که باهاش آشتی کنه. مرگ اگر چه بد ولی اجتناب ناپذیره. در نتیجه نباید از این آگاهی تفره بریم، بلکه باید به بهترین نحوی که میتونیم باش به سازش برسیم. چون وقتی که بتونیم با واقعیت مرگ خودمون به صلح برسیم، اون وحشت ریشه‌ای، اون استراب بنیادی که زیربنای همه جاه طلبی‌های پوچ زندگیه، اون وقت میتونیم ارزش هامون رو آزادانه تر انتخاب کنیم. رها از خل و زنجیر این جستجوی غیر منطقی برای نامیرایی و آزاد از دیدگاه‌های متعصب و خطرناک. سمت نورانی مرگ. از روی این صخره به اون صخره میپرم، آروم آروم به صعود ادامه میدم، ماهیچه‌های پاهام کشیده میشن و به درد میان.
در اون حالت خرسطور که در نتیجه فشار آروم و تکراری به بدن به هم دست میده، دارم به قله نزدیک میشم. آسمون وسیع و عمیق میشه. الان دیگه تنهام. دوستام خیلی پایین تر از من هستن و دارن با اقیانوس سلفی میگیرن. از یک تخت سنگ میرم بالا و بالاخره منظره وسیع روبرون باز میشه. میتونم از اینجا تا افقهای بی‌نهایت رو ببینم. انگار دارم به لبه زمین نگاه میکنم. جایی که آب به آسمون میرسه. آبی روی آبی. باد سوزکشان پوستم رو لمس میکنه و از من عبور میکنه. بالا رو نگاه میکنم. روشن روشنه. خیلی زیباست. در آفریقای جنوبی دماغه امید نیک هستم. جایی که زمانی به عنوان رأس جنوبی آفریقا و جنوبی ترین نقطه جهان شناخته می شد. جای پرآشوبیه، پر از طوفان‌های سهمگین و موج‌های بدجنس. جایی نه که قرن‌ها تجارت و تبادل و تلاش انسانی رو به خودش دیده. جایی برخلاف اسمش پر از امیدهای از دست رفته. یک ضرب‌المثل پرتغالی هست که میگه یارو لب دماغه امید نیکه، که به طرز طعنه‌آمیزی به کسی اطلاق میشه که آفتاب لب بومه و دیگه کار خاصی ازش بر نمیاد. به جلو به سمت آبی بیکران قدم بر میدارم و اجازه میدم وسعتش میدان دیدم رو احاطه کنه. عرق میریزم ولی سرد. هیجان زده ام ولی مضطرب. خودشه نه؟ باد به گوشام سیلی میزنه. هیچی نمیشنوم. ولی لبه رو میبینم. جایی که صخره با نیستی ملاقات میکنه. چند متر مونده به لبه یک لحظه وامیستم. میتونم اون پایین اقیانوس رو ببینم که با شلاب چلوپ و کف فراوون به صخره ها میکوبه و از اون طرف تا کیلومترها کشیده شده. امواج با عصبانیت زیاد به دیوارهای نفوس ناپذیر میکوبند. جلوتر یک سقوط آزاد 50 متری به آبهای اون پایین. سمت راستم در چشمندازی وسیع توریست ها رو میبینم که مثل مورچه ها این طرف و اون طرف میرن و عکس میگیرن. سمت چپم آسیاست. روبروم آسمونه و پشت سرم همه چیزهایی که تا این نقطه از زندگیم به امیدشون سر به بالین گذاشتم و با خودم این بر اون بر کشوندنمشون. نکته همش همین باشه. اگه کل داستان همین باشه. دور برم و نگاه میکنم. تک و تنهام. اولین قدم رو به سمت لبه پرتگاه بر میدارم. انگار بدن انسان به یک رادار طبیعی مجهز شده که موقعیت های مرد برانگیز رو تشخیص بده. مثلا اون لحظه ای که به 10 قدمی یک پرتگاه میرسی، تنش خاصی در وجود درخت نمی کنه. ماهیچه های پشتت منقبض میشه، پوستت مورمور میشه، چشمات روی همه جزئیات محیط اطراف فیکس میشه. پاهات یه جوری میشه انگار از سنگ ساخته شده. انگار یک آهنربای بزرگ نامرئی بدنت رو به سمت منطقه امن میکشه. ولی من با این آهنربا مبارزه میکنم. پاهای سنگیم رو به سمت لبه میکشم. 5 قدمی لبه ذهن به این مهمونی ملحق میشه. الان نه تنها میتونی لبه پرتگاه بلکه پایین‌هاش هم ببینی که همینجور تصاویر و خیالات لغزش و سقوط به سمت یک مرگ پرصد و صدا رو در ذهنت بازسازی میکنه. ذهن بهت یادآوری میکنه که این پایین اون پایین خیلی دوره. ببین خیلی خیلی دور. لعنتی چه کار داری میکنی؟ جلوتر نرو، تکون نخور. دیگه بسته. به ذهنم میگم خفه شو و آروم آروم جلوتر میرم. در 3 قدمی بدن به حالت وضعیت قرمز آماده باش کامل در میاد. الان اگه پاهات به بند کفشت گیر کنه کارت تمومه. انگار یک باد نسبتاً قوی میتونه تو رو به ابدیت آبی رنگت برسونه.
پاهات به رعشه در میاد، دستاتم و صداتم. البته اگه بخوای به خودت یادآوری کنی که قرار نیست این خون زندگیت رو بکشی و خودت رو به قهقرا بفرستی. فاصله سه قدمی مرز بیشتر آدم هاست. اینقدر نزدیک هست که بتونی خم شی و یک نگاه به پایین بندازی، ولی اونقدر هم دور هست که حس کنی در معرض این خطر نیستی که خودت رو به کشتن بدی. ایستادن در لبه یک پرتگاه، حتی پرتگاهی به زیبایی و مسحور کنندگی دماغه امید نیک، سرگیجه خاصی به آدم میده و انگار هر آن ممکنه غذایی رو که خورده بالا بیاره. همش همینه، همش همین بود. آیا همه چیزهایی که قراره بدونم رو میدونم؟ یک نصف قدم دیگه بر میدارم و بعدش یکی دیگه. دو قدمی پرتگاه هستم. پای جلویی میلرزه وقتی بدنم رو روش میندازم. لخ لخ کنان جلو میرم. در جهت مخالف اون آهن رو با. در جهت مخالف ذهنم. در جهت مخالف همه غریزه هایی که برای بقا دارم. به یک قدمی میرسم. دارم مستقیم پایین رو نگاه میکنم. یه همیل شدیدی به گریه کردن میاد سراغم. بدنم در یک واکنش غریزی دولا میشه. انگار که میخواد از خودش در مقابل یه چیز خیالی و وسواس‌ناپذیر مقابله کنه. باد روزکشان و با قدرت میوزه. این فکرها مثل آپارکات یک موشتن به کلم اصابت میکنه. در یک قدمی حس میکنی شناوری. همه چی یه جوریه که انگار بخشی از آسمونی. البته اگه به پایین نگاه نکنی، اینجا دیگه یه جورایی واقعا انتظار داری سقوط کنی. اونجا یه لحظه دولا میشم. نفسمو حبس میکنم، فکرامو جمع جور میکنم، خودمو مجبور میکنم به اون پایین، به آبهایی که محکم به صخره ها میکوبن نگاه کنم. بعد دوباره به راست نگاه میکنم، به مورچه هایی که پایین من دارن دوروبر علائم میچرخند، عکس میگیرند، سوار اتوبوس های تور میشن و بچه امیدی دارم که شاید یکی منو ببینه. این تمایل به جلب توجه تو این موقعیت واقعا نوبره، کاملا غیر منطقیه. مثل کل قضیه غیر ممکنه کسی از اونجا منو ببینه. اگر غیر ممکن هم نباشه، از این فاصله اون آدم ها نمیتونن کاری بکنن یا چیزی بگن. فقط صدای باد رو میشنوم. همش همینه. بدنم میلرزه. ترس نشاور و کور کننده است. با یه جور مراقبه ذهنم رو متمرکز و افکارم رو صاف و صوف میکنم. هیچ چیز به اندازه بودن در چند سانتیمتری مرگ نمیتونه تو رو حاضر در لحظه و آگاه از بودن بکنه. کمر راست میکنم و دوباره پایین رو نگاه میکنم و متوجه لبخند روی لبهام میشم. به خودم یادآوری میکنم که اوکیه بمیرم. این رغبت و حتی تعامل پرهیجان با فانی بودن خود ریشه باستانی داره. فلاسفه یونان و روم باستان مردم رو تشویق میکردند که همواره مرگ رو در ذهن داشته باشند تا زندگی رو بیشتر تحسین کنند و در مواجهه با سختی ها فروتنیشون رو حفظ کنند. در برخی از فرم های آیین بودا عمل مراقبه رو به عنوان ابزاری برای آماده سازی فرد برای مرگ حین زنده بودن آموزش میدن. در این آیین ها ذوب کردن منیت در یک هیچ بی نهایت، رسیدن به حالت روشنزنی نیروانا مثل عبور از پل صراط و رسیدن به آن سو است. حتی مارک توین میگه ترس از مرگ نتیجه ترس از زندگیه. برگردیم به پرتگاه. یه خورده خم میشم و وزنم رو به عقب میندازم. دستامو میندازم روی زمین پشت سرم و آروم خودم رو روی زمین میذارم. یکی از پاهام رو از لبه آویزون میکنم و بعد اون یکی پا. چند لحظه اونجا میشینم. در حالی که روی کف دستم به عقب تکیه دادم،
باد موهام رو هم به هم می‌ریزه. الان دیگه استراب تحمل پذیر شده. البته تا وقتی که روی افق تمرکزم رو حفظ کنم و پایین رو نگاه نکنم. کمر راست می کنم و همونطور که نشستم دوباره پایین پرتگاه رو نگاه می کنم. ترس دوباره از پایین به سمت من شلیک می شه. از ستون فقراتم عبور می کنه. یک شوک الکتریکی به اعضای بدنم وارد می کنه و ذهنم رو روی مختصات دقیق سانت به سانت بدنم متمرکز می کنه. این ترس فلج کننده است. ولی هر بار که فلجم میکنه افکارم رو خالی میکنم. روی ته پرتگاه سیرم زوم میکنم. خودم رو مجبور میکنم به نابودی محتمل خودم خیره و به وجودش آگاه بشم. روی لبه دنیا نشسته بودم. در جنوبی ترین نوک امید. دروازه شرق. سرخوش بودم. آدرنالین توی رکام جاری بود. تا حالا نشده بود در همچین حالت ایستا و آگاهی اینقدر هیجان و شعف داشته باشم. به باد گوش می دادم و به اقیانوس نگاه می کردم و انتهای زمین رو می دیدم و با نور می خندیدم. به هر چیزی می تابید حس خوبی داشت. مواجهه با فانی بودنمون اهمیت زیادی داره، چون همه ارزش های درب و داغون متزلزل و سطحی زندگی رو خرد و خمیر میکنه. در حالی که بیشتر مردم روز و شب برای یک دلار بیشتر یا توجه و شهرت دست و پا میزنن، مرگ ما رو با یک سوال بسیار دردناکتر و مهمتر روبرو میکنه. میراثت چیه؟ وقتی رفتی دنیا چه تفاوتی خواهد کرد؟ چه اسمی به جای میذاری؟ چه تأثیر گذاری خواهی داشت؟ میگن بال زدن یک پروانه در آفریقا میتونه در فلوریدا طوفانی به پا کنه. خب تو بعد از رفتنت چه طوفانی از خودت به جای میذاری؟ همونطور که بکر بهش اشاره کرد، این تنها سوال واقعا مهم زندگیمونه، ولی با این وجود از فکر کردن بهش تفره میریم. چرا؟ یک، چون سخته، و دو، چون ترسناک، و سه، چون هیچ ایده‌ای نداریم که چی کار داریم میکنیم. وقتی از این سوال تفره میریم، به ارزش‌های پوچ و رقت‌انگیز اجازه میدیم ذهنمون رو اسیر کنن و امیال و برند پروازی هامون رو تحت کنترل خودشون در بیارن. اگر به نگاه همیشه حاضر مرگ اقرار نکنیم، بی ارزش ها مهم جلوه می کنند و مهم ها بی ارزش. مرگ تنها چیزیه که می تونیم با قاطعیت و اطمینان کامل بدونیم و در نتیجه باید قطب‌نمایی باشه که بر اساس اون همه ارزش ها و تصمیماتمون رو بچینیم. مرگ جواب صحیح همه سوال‌هایی که باید بپرسیم ولی نمی‌پرسیم. تنها راه به سرخ رسیدن با مرگ اینه که خودت رو چیزی بزرگتر و متعالی‌تر از چیزی که هستی ببینی و درک کنی. ارزش‌هایی رو انتخاب کنی که به فراتر از خودت خدمت رسانی می‌کنن. ارزش هایی ساده و بیواسطه و قابل کنترل که تا به دنیای پرآشوب اطراف تو داشته باشند. این ریشه همه خوشبختی هاست. چه پای حرف های ارسطو بشینی یا روانشناسان هاروارد یا عیسی مسیح، همشون میگن که شادکامی از یک چیز میاد. اهمیت دادن به چیزی فراتر از خودت، بزرگتر از خودت، باور داشتن به این که تو عنصری از یک موجودیت بزرگ هستی، که زندگی تو چیزی نیست جز یک فرایند جانبی از یک آفرینش عظیم غیرقابل درک. این همون حسیه که آدم‌ها به خاطرش میرن کلیسا و مسجد، همون چیزیه که براش میرن خط مقدم جنگ.
همون چیزیه که به خاطرش خانواده تشکیل میدن، حقوق بازنشستگیشون رو جمع میکنن، پول میسازن، گوشی موبایل اختراع میکنن، همون حس بخشی از چیزی بزرگتر بودن، چیزی ناشناخته تر بودن از خودشون. و خود محق بینی این رو از ما میدوسته. گرانش خود محق بینی همه توجه رو به سمت درون جذب میکنه، به سمت خودمون، و باعث میشه حس کنیم ما در مرکز همه مشکلات جهان هستیم، که ما اون کسی هستیم که از همه ناعدالتی ها رنج میبره و ما اون کسی هستیم که بیشتر از هر کس دیگه‌ای شایسته ارج و عظمته. اگر چه ممکنه وسوسه انگیز به نظر برسه، ولی خود محق بینی ما رو منزوی میکنه. کنجکاوی و هیجان ما برای دنیا خودش رو میبلعه و همه جانبگیری ها و عقده هامون رو روی هر آدمی که میبینیم و هر رویدادی که تجربه میکنیم فرافکنی میکنه. این برای مدتی جذاب و فریبنده است و حال خوبی به آدم میده و ممکنه چند تا بلیط هم بفروشه، ولی یه جور سم معنویه. همین نیروها و خصیصه هاست که ما رو تو درد سر انداخته. ما از لحاظ مادی در رفاه به سر میبریم، ولی با این وجود از لحاظ روانی به روش های مختلف سطح پایین و تو خالی در عذابیم. مردم از همه مسئولیت ها شانه خالی می کنن و از جامعه انتظار دارن که در خدمت احساسات و زودرنجی های ایشون باشه. مردم به قطعیت های الکی چنگ می زنن و سعی می کنن اونها رو حتی اگر شده از راه های خشونت آمیز روی بقیه تحمیل کنن، با این توجیه که نیت های خیرخواهانه ای رو دنبال می کنن. مردم سرخوش از حس قلابی خود برتربینی به خاطر ترس از امتحان کردن چیزهای با ارزش و ناکام موندن در اونها در ورطه انفعال و رغبت سقوط میکنن. ناز پرورده کردن ذهن انسان معاصر به جماعتی منجر شده که فکر میکنه استحقاق چیزی رو داره بدون اینکه اونو به دست بیاره. جماعتی که فکر میکنه شایستگی چیزی رو داره بدون اینکه براش قربانی کنه. آدم ها خودشون رو کارشناس، کارآفرین، مخترع، نوآور، عکاس، کارگردان، ساختارشکن و مربی معرفی میکنن بدون اینکه تجربه زیسته رو داشته باشن. و اونها این کار رو میکنن نه به خاطر اینکه خفن تر از هر کسی هستن، بلکه به خاطر اینکه فکر میکنن برای اینکه در این دنیا پذیرفته بشن، دنیایی که همش خارق‌العاده ها رو میبره روی آنتن، نیاز دارن که خفن باشن. فرهنگ امروز ما جلب توجه هنگفت رو با موفقیت هنگفت قاطی کرده و این دو رو یکی میدونه، در حالی که این دو یکی نیستن. تو همین الانش هم خفن هستی، چه خودت متوجه شده باشی چه نه، چه یکی دیگه متوجه شده باشه چه نه. و دلیلش هم این نیست که یک سال زودتر دانشگاه رو تمام کردی یا برای خودت یک قایق لاکچری خریدی. این چیزها حقیقت رو تعریف نمی کنن. تو همین الانش هم خفن هستی، چون در مواجهه با سردرگمی بی پایان و قاطعیت مرگ به انتخاب کردن چیزهایی که بهشون اهمیت بدی یا ندی ادامه میدی و کم نمیاری. همین واقعیت، همین گزینش ارزش‌ها برای زندگی تو رو خوب میکنه، تو رو قشنگ میکنه، تو رو موفق میکنه و تو رو محبوب قلب‌ها میکنه، حتی اگه متوجهش نباشی، حتی اگه توی جوب بخوابی و روزها گشنگی بکشی. تو هم قراره بمیری، چون اونقدر خوش اقبال بودی که زندگی کنی. شاید این رو حس نکنی، ولی گاهی برو لبه یک پرتگاه بیست، شاید
این چیزی که میگم رو حس کنی. بوکوفسکی یک بار نوشت هممون قراره بمیریم، هممون، چه سیرکی. همین قضیه باید با همون کاری کنه، همدیگر رو دوست داشته باشیم، ولی نداریم. خزعبلات پوچ زندگی ما رو وحشت زده و زمینگیر کرده. ما توسط هیچ بلعیده شدیم. یاد اون شب می افتم کنار دریاچه، وقتی که غواص‌ها داشتن جسد بی جان جاش رو از آب بیرون می آوردن. یادمه که به شب سیاه تگزاس خیره شده بودم و می دیدم که منیتم در سیاهی شب گم می شد. مرگ جاش خیلی بیشتر از اون چیزی که اول فکر می کردم به هم درس یاد داد. آره، کمکم کرد که لحظه ها رو بقاپم، که مسئولیت انتخاب هام رو به عهده بگیرم و با شرم و خجالت کمتری رویاهام رو دنبال کنم. ولی اینها اثرات جانبی یک درس عمیق‌تر و بنیادی‌تر بودند و اون درس بنیادین بود: چیزی برای نگرانی و ترس وجود نداره. آخرش همه خوراک کرم‌هایی و اینکه همیشه مرگ خودم رو به خودم یادآوری کنم که از طریق مراقبه یا مطالعه کتاب‌های فلسفی یا کارهای احمقانه‌ای مثل ایستادن لبه پرتگاهی در آفریقای جنوبی تنها چیزیه که کمکم کرده این بصیرت رو جلوی چشمم و در هسته ذهنم نگه دارم. این پذیرش مرگ، این درک شکنندگیم، همه چی رو آسان‌تر کرده. اعتیادهام رو از گیر و گور در آورده. خود محق بینیام رو توی صورتم کوبیده و کاری کرده که مسئولیت مشکلات خودم رو بر عهده بگیرم. رنج کشیدن به خاطر ترس ها و عدم قطعیت هام، پذیرش شکست ها و در آغوش گرفتن پستنی ها، همگی به خاطر حضور همیشگی اندیشه مرگ در ذهنم هست. آسون و سبک شدم. هرچه بیشتر به درون تاریکی سرک میکشم، زندگیم روشنتر میشه، دنیا ساکتتر میشه و مقاومت ناخودآگاه کمتری نسبت به هر چیزی حس میکنم. برای چند دقیقه که اونجا روی دماغه نشسته بودم، مجذوب همه چی شده بودم. وقتی بالاخره تصمیم گرفتم از سر جام بلند شم، دستم رو گذاشتم روی زمین و کمی خودم رو عقب کشیدم و آروم پا شدم. زمین اطرافم رو وارسی کردم که نکنه تخت سنگ نابکاری اطرافم باشه و بخواد زیر پامو خالی کنه. حالا که از امنیت خودم اطمینان حاصل کرده بودم، قدم برداشتم که به سمت واقعیت برگردم. 5 قدم، 10 قدم. بدنم با هر قدم به حالت عادی نزدیکتر می شد. پاهم سبکتر شده بود. اجازه دادم آهن ربای زندگی منو دوباره به سمت خودش بکشه. همینطور که داشتم از روی سنگ ها قدم بر می داشتم و به سمت راه اصلی می رفتم، سرمو بلند کردم و دیدم یک مرد به ام خیره شده. ایستادم و باهاش چشم به چشم شدم. گفت آها، دیدم اونجا روی لبه نشسته بودیم. لحظه استرالیایی داشت. کلمه اونجا رو یک جور خاصی ادا کرد. آره، منظره فوق‌العاده‌ایه نه؟ لبخندی روی لبهام بود، ولی اون نه. چهره جدی داشت. دست‌های خاکیم رو با شلوارکم پاک کردم. بدنم هنوز از این تسلیم می‌ترسید. سکوت دست‌واچه کننده‌ای بینمون به وجود اومد. مرد استرالیایی چند لحظه ایستاد. هیچ شده بود. هنوز داشت به من نگاه می‌کرد. واضح بود که داشت فکر می‌کرد چی بگه. بعد از چند ثانیه که کلماتش رو با دقت پشت سر هم ردیف کرد، گفت
همه چی مرتبه؟ چه حسی داری؟ مکسی کردم، هنوز لبخند رو داشتم. گفتم زنده ام، خیلی زنده. صورت پر از اشک و تردیدش در هم شکست و یک لبخند گشاد اومد روی صورتش. آروم سری تکون داد و به سمت پایین مسیر راه افتاد. من همون بالا ایستادم، مجذوب منظره شدم و منتظر دوستان موندم که به قله برسند. صحبت‌هایی از مترجم. تقدیم به خودم که اینقدر تصمیمات احمقانه و جسورانه‌ای در طول زندگیم گرفتم که نتیجه یکیشون الان در مقابل شماست. تقدیم به پدر و مادرم که نمیدونن پسرشون داره با زندگیش چه کار میکنه، ولی بهش اعتماد دارن و ازش حمایت میکنن و امیدوارم بعد از دیدن عنوان کتاب بازم منو تو خونهشون را بدن. تقدیم به دیگر اعضای خانوادم، حمید، امید، دانا، کیوان، ترانه و مینا، چون خیلی بی قید و شرط ازشون خوشم میاد و اونا هم از من. به سلامتی زیبا شیبانی که در طول ترجمه این کتاب همراه هم بود، با دایره وسیع واژگانش کتاب رو ویراستاری کرد و پیچ و مهره های نوشتم رو خیلی خوب صفت کرد و در فرایند پیش فروش کمک دست من بود. به سلامتی مصطفی و بچه های نشر نوین که صفحه بندی آدم دادن. تقدیم به همه دوستای خفنم که طی فرایند ترجمه این کتاب کلی به هم روحیه دادن، پشتیبانیم کردن و من رو به جلو هل دادن.